2.5 میلیون پناهجوی افغانی در ایران هستند. قربانیانی که افغانستانی ویران شده توسط باندهای جنایتکار اسلامی را ترک کردند. داستان زندگی این پناهجویان در ایران یک تراژدی غم‌انگیز است. اگرچه همراه طبقه زحمتکش در خود ایران اینها ثروت تولید می‌کنند، اما خودشون از ابتدایی‌ترین حقوق محروم هستند. سخت‌ترین کارا متعلق به ایناست، اما پایین‌ترین دستمزد رو می‌گیرند. مجبورن خطرناک‌ترین کارها را قبول کنند، اما از کوچکترین بیمه برخوردار نیستند. حکومت اسلامی این جمعیت کارگری عظیم و آواره را با عنوان غیرقانونی به تومه بی‌دفاع لاشخورهای اسلامی تبدیل کرده است. سرمایه‌داران مفتخور برای بهره‌کشی از اینا مشکلی به نام غیرقانونی و قانونی ندارن، اما وقتی پای دستمزد و بیمه و حقوق به میان میاد، اینا غیرقانونی محسوب میشن. حکومتی که خودش فقط برای 1000 فامیل میلیاردر اسلامی مشروعه، بخش عظیمی از نیروی کار اون جامعه رو چون در افغانستان متولد شدن غیرقانونی اعلام کرده تا بتونه با کمترین مزد و با بیحقوقی کامل بیشترین بهره رو از مشقت آنها بیرون بکشه. در این میان وضعیت کودکان افغانی ها غم‌انگیزترین بچه. به هزار حیله و نیرنگ این کودکان از تحصیل در کنار همسن سالاشون که با اونا حتی زبان مشترکی دارن محروم شدن. نگاه غم‌انگیز و حسرتبار صدها هزار کودک افغانی به دفتر و کتاب و قلم، محرومیت صدها هزار کودک از تحصیل به این جرم که پدر و مادرشون از دست باندهای جنایتکار اسلامی در کشور هممرز فرار کردن، برگ دیگری بر همین پرونده سنگین فاشیسم اسلامیه. این تمام تراژدی نیست. هر از گاهی رسانه‌های مزدور اسلامی تنور تبلیغات فاشیستی رو داغ‌تر می‌کنن، افغانی‌ها رو مسبب جنایت و اعتیاد و قاچاق مواد و مخدر، یعنی همون جرایمی که اتفاقاً زیر سر خود همین باندهای اسلامی حاکم در ایرانه معرفی می‌کنن و اخراج اجباری این قربانیان سازمان داده میشه. اخراج اجباری بیش از 30,000 زن و مرد و پیر و جوون و کودک افغانی و فرستادن اونها به کام برف و بوران و سرمایه کشنده که به مرگ تعداد زیادی منجر شد در همین سالهای اخیر فقط یک مورد بود که هیچ چیزی از فاشیسم و نازیسم کم نداره. ما کارگران، ما زنان، ما جوانان و دانشجویان، ما مردم متمدن و پیشرو و آزادیخواه و برابری طلب ایران باید با تمام قدرت از این همسرنوشت هامون در مقابل فاشیسم اسلامی دفاع کنیم.